فکر میکنید که بتونه این میزان تورم و گرونی به موج جدید اعتراض‌ها در ایران منجر بشه و باعث بشه که قشر خاکستری هم به اعتراض‌ها ملحق بشه؟ شما چه چشم اندازی دارید؟ بله، با سلام. ببینید، این فرایند این سالی که آغاز شده، یعنی دفعه من ناگهانی نبوده. البته مثلا در دوران دولت، به اصطلاح دولت ابراهیم رئیسی، چون واقعا در شرایط فعلی ما فاقد در نهادهایی مثل دولت و مجلس هستیم و همون کارکرد حداقلی رو هم که در گذشته بودیم دیگه شاهد نیستیم. آنچه که داره اتفاق میفته تصمیماتی است که در هستی مرکزی قدرت پس در سپاه پاسداران و به بیت رهبری که اقتصاد ایران رو در مجموع در اختیار دارن داره گرفته میشه و از طریق کسانی مثل محمد مخبر در دولت در واقع عنوان شاخه اجرایی یا بخش اجرایی بیت رهبری داره اجرا میشه. به هر حال در همین دولت فقط اگر شما نگاه بکنید به نرخ افزایش قیمت ارز، قیمت دلار در از سال 1400 که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی خونده شده تا الان 20,000 تومان افزایش پیدا کرده. همین دیروز مرکز آمار ایران آمار و اخباری رو گزارش رو منتشر کرد که نشون میداد که در تورم به بیش از 5.3% رسیده. مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه رو تصویب کرده، از همین الان در واقع 470 میلیارد تومان تصریح بودجه داره و درآمدهاش هم در اساس در واقع مبلغ فروش نفت و هم میزان فروش نفت که با وضعیت بین و احتمال فراوان تشدید تحریم ها تحقق اونها ممکن نیست و در نتیجه دو حکومت اومده بیشترین میزان درآمد خودش رو بر اخذ مالیات از مردم استوار کرده. یعنی در تاریخ معاصر ایران سابقه نداشته، به دلیل اینکه دولت همیشه متکی به درآمدهای نفتی بوده، چون این میزانی از درآمد خودش رو از راه مالیات بخواد اخذ کنه. این همه اینها به معنای تشدید روندی است که در سال‌های گذشته هم آغاز شده بود. الان چندین سال هستش که به طور مرتب شاهد تغییر جایگاه خط نرخ عرض هستیم و عملا تورم متوسط عملا دیگه وجود خارجی نداره و به همون در واقع خط زیر فقر رانده شده. این رو هم در شرایط سیاسی و اعتراضات هم در واقع باستان خودش رو شاهد بودیم. همون که شما کردید از سال پیش به این سو. بنابراین به طور قطع با تشدید وضعیت و با بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم که همراه هست با سرکوب‌های شدید، در این حال اون گسستی که در جامعه ایران با حکومت اتفاق افتاده و در انقلاب 1401 باید متوجه بود که اعتراضات معیشتی هم به طور گسترده در سراسر کشور شکل بگیره و همراه بشه با همون انقلابی که خواستار آزادی‌های سیاسی و مدنی هم بود.